دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب باشید. من ام هستم و این کانال منه. همونطور که میدونید توی این کانال آموزش های کسب و کاری معمولا گذاشته میشه و ترفندهای خاص. خب یکی از چیزهای پرفروشی که میتونید درست کنید داخل منزل و بفروشید ترشیجات هستش. ترشیجات باید حتما با کیفیت خوب، با ترفند خوب، با مواد خوب درست بشه که مشتریتون پول خوب بده و شما سود خوبی هم داشته باشید، وگرنه ترشی زیاد هستش و تفاوتی هم خیلی نمیکنه. باید ترشی با کیفیت خوب درست کنید و خاص هم باشه. امروز میخوام بهتون ترشی بادمجون رو یاد بدم. ترشی که بهتون میگم بسیار طعم خوب خاصی داره و بسیار پرفروشه. حتما بازاریابی کنید به سبزیجات آماده ها، بوفه ها، رستوران ها و کسب و کارهای خونگی که دیگه میدونید که مجوز هم میتونید بگیرید. بارها بهتون توضیح دادم داخل ویدیوها و مجوزش رو اگه بگیرید که دیگه خیلی خوبه، میتونید بسته‌بندی کنید و بفروشید. حالا یه ویدیو کاملا واسهتون میگم. حالا قبلا گفتم توی ویدیوها که چجوری میتونید کسب و کار رو مجوز بگیرید واسه خونه، ولی خب حالا یه ویدیو جدا هم حتما در آینده درست میکنم واسهش. خب ما اینجا بادمجون داشتیم دوستان، بعد از اون هویج داشتیم. هویج رو به این شکل خرد میکنید و بعد از این ادویه رو من بهتون نشون میدم. دوستان عزیزم اینجا من ادویه رو ببینید تا کم کم وقت داریم اضافه میکنیم داخل ویدیو، اسماش رو یکی بهتون میگم. ببینید من اینجا نمک دارم، گلپر دارم. اینجا گلپر حالا اگه میبینید یکم تیره روشن هستش، دو نوع هستش. سیاه دونه دارم من. اینجا فلفل دارم، از ترشی فلفل هم استفاده کردم که خودمون درست کردیم، فیلمش رو میذارم. بعد از اون زردچوبه داریم و نمای کلی هم دوباره بهتون میدم. از این سبزی استفاده کردم، ترخون هستش، پیازچه استفاده کردم و از سبزی نعنا و میتونید ریحون هم استفاده کنید. سبزیاتی که این سبزیات پایه هستش که بهتون گفتم، ولی خب از سبزیجات دیگه هم میتونید استفاده کنید، اما این رو حتما باید ترشی شما در این مرحله داشته باشه. بریم واسه یه قسمت بعد. نیاز هستش که یه دونه گوجه رو ما چیزش کنیم، بشوریم، تمیز کنیم و بعد از اون رندش کنیم. بعضی از افراد هستن که گوجه رو حلقه‌ای برش میزنن. من ترجیحم برای فروش به این شکل هستش. مسئله فروش بسیار متفاوت هستش. طعم بسیار باید مهم باشه که مشتری مجدد از شما خرید کنه، چه رستوران باشه، چه فروشگاه باشه، چه میوه فروشی باشه، چه سبزیجاتی باشه و چه در همسایه باشه، هیچ فرقی نمیکنه دوستان. طعم خیلی مهم هستش. خب دو تا تیکه از سیر هم، دو تا یا سه تا تیکه از سیر هم شما باید حتما پوست بکنید و تا جایی که امکانش هست ریز خوردش کنید. هر چی این ریزتر خوردش کنید بهتر هستش و طعم خوب و بهتری به مواد میده، چون داریم یه چیز تجاری و فوری درست میکنیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم ترشی به صورت معمولی آماده بشه دوستان. خب پس نیاز هستش که باید فوری درست کنیم، چون میخوایم باش کسب درآمد کنیم. خب سیر رو حتما حواستون باشه که باید خورد باشه، اما پیدا باشه، نرید یه دفعه له کنید کاملا یا با غذا ساز کامل چیزش کنید اصلا به ایشون رو. یعنی اصطلاحا باید زیر دندون رو بیاد، متوجهید؟ زیر دندون رو باید بیاد. خب هویجمون رو که خرد کرده بودیم و بادمجونمون هم که سرش رو گرفتیم و خرد کردیم، به کل مواد اضافه میکنیم و شروع میکنیم کاملا هم زدن که به خورده هم بره. مخصوصا دونه های سیر و گوجه قشنگ باید بین مواد بره و یک دست و با هم به خورده هم بره، اصطلاح هم دست هم بره، اینجوری میگن مثلا توی درست کردن میگن مواد بره به دست هم. کاملا ما اینجا همش میزنیم و اجازه میدیم که مواد طعمشون رو به هم دیگه بدن. خب دوستان عزیزم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو اگر ندارید حتما سابسکرایب کنید. ما آموزش های کسب و کاری رو میذاریم، مخصوصا کسب و کار خونگی. داخل ویدیوها میتونید برید لیست ویدیوها رو ببینید، پلیلیست نوشته شده یا لیست ویدیوها، ترفندهای زیادی هستش که میتونید برید و ببینید. اگر که دوست نداشتید هم داخل دیسکریپشن لیست تمام ویدیوها رو من گذاشتم، مثل تولید لواشک صنعتی، تولید مایع دستشویی، تولید نبات، تولید خوشبو کننده و خیلی خیلی دیگه تولیدی گذاشتیم ما. شراب سازی هم دوستانی که درخواست داده بودن ما گذاشتیم ویدیوهاشو، شراب سیب گذاشتیم،
شراب زیاد گذاشتیم، شراب آبجو گذاشتیم، شراب بسیار زیاد گذاشتیم. دوستانی که درخواست داده بودن، خب مواد وقتی کاملا به هم خورد ما باید سرکه بهش اضافه کنیم. من سرکه معمولی استفاده کردم، سرکه انگور استفاده کردم و بعد از اون اجازه میدیم که مواد روی شعله زیاد تا زمانی که به جوش بیاد موادمون بمونه. من شعله رو زیاد کردم داخل قابلمه و این یه نکته هم بهتون بگم، سعی کنید از قابلمه استفاده کنید که اگه مخصوصا واسه کسب و کار هستش قابلمه نو استفاده نکنید و ممکنه که لک بندازه و خرابش کنه. حتما از یه قابلمه استفاده کنید که اگه لک شد خیلی ناراحتتون نکنه. شعله رو زیاد کردیم و اجازه میدیم که کاملا موادمون قل بخوره اصطلاحا و جوش بیاد. دوستان هستم، خب ببینید بعد از یه حدود مثلا بسته حالا به شعله گازتون و مقدار موادتون یک رو مثلا حدودا میشه مواد شروع میکنه به قل زدن و اینجا نیاز هستش به هم زدن. دوستان این مرحله بسیار مرحله مهمی هستش، ازش نگذرید. حتما اینجا مواد باید با هم ترکیب بشن و هم بخورن، هر چقدر بیشتر بهتر. اینجا من دیگه سعی میکنم خیلی ویدیو رو نخواسته باشم طولانی کنم داخل زمانی، یعنی که ویدیو رو درست میکردیم زیاد همش زدم، توی ویدیو خیلی نشون نمیدم که ویدیو طولانی نشه. کاملا باید هم بزنیم و مجدد اجازه میدیم که مواد قل بخوره و کاملا دوباره طعم خودش رو آزاد کنه. توی مرحله مواد داره طعم آزاد میکنه. خب دوستان عزیزم، بعد از این که حدود مثلا دوباره یه ربع دیگه مون دیگه تقریبا آماده هستش، ببینید از دور قابلمه میتونید ببینید که مواد کجا بوده و الان کجاست، یعنی چقدر بخار شده مواد و رفته پایین. من حالا دارم بافتشون شدم. چجوری متوجه بشیم که باید شعله رو خاموش کنیم؟ یه خلال دندون برمیدارید و فرو میکنید داخل یه دونه از هویج ها و یا بادمجون ها، بدون کلوفتش هم فرو کنید. به راحتی باید داخل بشه. زمانی که به راحتی داخل شد دیگه آماده استش، چون فقط فرو کنید که بره داخل، همین. نباید خیلی بمونه که له بشه. مواد سوپ درست نمی کنیم و خیلی نذارید بمونه له بشه، فقط خلال دندونتون راحت بره داخلش، تمومه. بعد از اون اجازه میدیم که موادمون سرد بشه کاملا و این دفعه میتونیم بریزیم داخل شیشه. حتما شیشه استفاده کنید، از ظرفای پلاستیک استفاده نکنید، بسیار مضر هستش، مگر اون که حالا دیگه مجبور بودید. خب من از این ظرف فکر میکنم یا خیارشوری هستش یا ترشی هستش، نمیدونم حالا ظرف هرچی هستش، از همین ظرف استفاده میکنم. ظرف رو کاملا شستم و داخل آب جوش، یعنی با آب جوش شستم، بعد از اون گذاشتم کاملا خشک بشه بدون قطرات آب، چون قطرات آب ممکنه ترشی رو باعث خراب شدگیش بشه. بارها بهتون گفتم در ویدیوهای شراب سازی هم بهتون گفتم، چربی، کثیف بودن ظروف یا خیس بودن ظروف، چرب بودن، کثیف بودن، خیس بودن باعث میشه که شراب یا سرکه و یا ترشیتون کپک بزنه و خراب بشه. دوستان عزیزم این ترشی بادمجون از همین لحظه قابل خوردن هستش، یعنی دیگه سریع‌ترین نوع ترشی که میتونید شما درست کنید و مخصوص بازار هستش و باید در جریان باشید که بازاری ها از همین روش استفاده میکنن. فقط مواد افزودنی میزنن که ما به هیچ عنوان همچی کاری نمیکنیم و مشتریمون بدن سالم داشته باشه، خودمون بدن سالم داشته باشیم. اینم از ویدیوی ترشی بادمجون که واسهتون گذاشتم. اگه دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، سوالی اگه بود کامنت کنید، زیر 48 ساعت بهتون جواب خواهم داد. ممنون، خدا نگهدار.